این روزها اسم شهر سوچی در روسیه به دلیل برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در این شهر بر سر زبان هست. اما برگزاری این مسابقات مدتی است بهانه‌ای شده برای ساخت یک مجسمه یادبود توسط یک طراح ایرانی به نام رامین طیبی در جنوب کالیفرنیا که قرار است به عنوان سمبولی برای این شهر در پایان مسابقات به آنجا فرستاده و نصب شود. من اول وقتی فکرم راجع به المپیک زمستانی بود یک مجسمه دیگر در نظر داشتم که دو نفر بودن که اسکی و یخ داشتن بازی میکردن و من اونو طرح کرده بودم. وقتی رسیدم به شهر سوچی اینو خیلی از کار من خوشم اومد، ولی گفتن که ما یک چیزی میخوایم که در آینده همیشه بمونه تو شهر و بهترین چیز اینی که یک چیز باله باشه، مثلا یک باله یک از نظر فرهنگی توی روسیه خیلی مهمه و من برگشتم و تر اینو عوض کردم و به یک رقص باله به وجود آوردم. رامین طیبی در سن نوجوانی به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه برکلی در شمال کالیفرنیا شیمی خواند، اما به دلیل علاقه‌اش به طراحی در زمینهای مختلفی چون طراحی داخلی، وسایل و مبلمان منزل تا مجسمه و آثار هنری و مدرن مشغول به طراحی و اجرا شد. دلم بخواد کارهایی که میکنم همه یه خلاقیت جدیدی داشته باشه توش. وقتی این چیزی که درست میکنم که قبلا انجام داده باشم اینقدر به هم احساس خلاقیت نمیده و به اندازه کافی منو ارضا نمیکنه. برای اشیای روزمره که هر روز استفاده میشه اگه یه چیز مدرن داری دیزاین میکنی باید اون خیلی مد نظرت باشه که هم قابل استفاده باشه و هم اون بدی بودن خودشو حفظ بکنه. مجسمه بالریان طراحی شده توسط رامین که حدود 4 تن وزن دارد از حدود 700 تکه مختلف از فلز ضد زنگ درست شده، در برابر شرایط جوی گوناگون مقاومت داشته و به آسانی قابل انتقال باشد. هر قسمتی از این مجسمه با یک ابتکار جدیدی به وجود اومده. مثلا این از قسمت‌های ساخته شده که بشه به سادگی درش آورد و چراغ‌های پشتش رو عوض کرد و از نظر نورانیت فعلا این نوری که می‌بینین فقط از بیرونه، بعداً نور از لابلای اینا در میاد و به اضافه اینکه نور از تمام اون شبکه‌هایی که خالیه مثل اینجا و اون بالا نورهای مختلف از توش در میاد. این مجسمه قرار است پیش از انتقال به شهر سوچی در روسیه برای مدتی کوتاه در شهر لانگ بیچ محل سکونت طراح و در مقابل موزه هنرهای زیبای این شهر نیز به نمایش در بیاید. ایده اصلی من از انجام این کار اینه که از طرف مردم آمریکا دارم یک چیزی تقدیم میکنم به مردم روسیه، چون مردم روسیه با آوردن ملت دنیا در این جشن‌های المپیک یک دریچه در آینده بشریت به ما دارن نشون میدن که دنیا چه شکلی میشه اگه صلح به وجود بیاد و یه همچه کاری رو در دنیا مد میکنه که آرتیست های جوان دنیا به هم دیگه هدیه هنری بدن. چی از اون بهتر؟ واسه اینکه هنر یه چیزی که زبون نداره، همه زبونها رو میفهمه، همه هم زبونهای هنر رو میفهمن. آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.